درود میفرستم خدمتتون، حضورتون عرض ادب میکنم، هموطنان عزیز و ارجمندم. این تصور غلطی است که جمعی از هموطنان ما تصور میکنند این جنگی که در داخل ایران میان گروه‌های مختلف در گرفته است، در اصطلاح عمومی یک جنگ زرگری است، یعنی نمایشی است برای داغ کردن تنور انتخابات. این چنین نیست، به هیچ وجه. شرایط برعکس به گونه ایست که ایران ما مانند یک گوسفند پروار در برابر چشم صاحب او که مردم ایران باشند، عده‌ای چماقدار به جان هم افتادند تا چه کسی بتواند که این گوسفند را سرانجام به سلاخانه و قصابخانه ببرد. اصلا این جدال طبیعی نیست، اصلا شرایط ایران شرایط طبیعی نیست. شاید بعد از آن روزگارانی که خروشچف کشتی های حامل موشک ها را به طرف کوبا فرستاد و کندی اعلام کرد که اگر از فلان گره دریایی عبور کنند آمریکا کشتی ها را به اعماق دریا می فرستد، هیچ زمانی تا کنون به خطر جنگ نزدیک نبوده. خطری جدی دلایل متعدد و مختلف دارد. بعد از این جریان انفجار بمب در بوستون، کارشناسان امنیتی میگویند که تروریست ها شرایط ترور را در آمریکا بعد از جریان برج‌های دوقلو تغییر دادند. بدین معنا که تا آن زمان تروریست‌ها از خارج می‌آمدند، از خارج پشتیبانی می‌شدند، با نقشه‌های گوناگون می‌آمدند و بنابراین مامورین CIA و FBI و همه مامورین که امنیت داخلی آمریکا را به عهده دارند، متوجه فرودگاه‌ها و مرزها شده بودند. و همین سبب شد که آن کسانی که با آمریکا و جهان غرب سر ستیز دارند به دلیل تعصبات مذهبی از نوع مسلمانی آن، تصمیم گرفتند که همین گروه‌های داخلی را که مخالف دولت هستند، مثلا مانند همون کسی که رفت ساختمان دولتی اوکلاهاما را منفجر کرد، جوانی که مخالف دولت بود، این گونه افراد را پیدا کنند و یا افرادی را که ریشه و زادگاهشان جای دیگری است اما در خانواده های مذهبی رشد کرده اند پیدا کنند و عملیات تروریستی را به صورت داخلی و از داخل آمریکا تشکیل بدن. و تردید نیستش که این البته بازی است که خود آمریکا پاشید. آمریکا به اتفاق دخترمویش انگلستان این بذر مسلمانان تروریست را در جهان پاشید و باز هم بدیهی است که اینک نمیتواند از سمی که خود در فضا منتشر کرده است بر کنار بماند. هوا مسموم شده و قاعدتا این هوای مسموم به فضای آمریکا نیز نفوذ کرده است. اما این جریاناتی که در داخل ایران می‌گذرد جریاناتی است که منتهی خواهد شد سرانجام به یک ماجرایی که احتمالاً همان چاشنی جنگ باشد که سرانجام منفجر خواهد شد. در این مورد هم دلایل گوناگون و مختلف است. احمدی نژاد را متهم می‌کنند مخالفینش که او سرانجام مخفیانه به وسیله آقای مشایی با آمریکا وابسته است تا بتوانند که بشار اسد رئیس جمهور سوریه را بدون دخالت نیروهای نظامی آمریکا و یا نیتو سرنگون سازند. میبینید که مسائل ساده و آرام نمیگذرد. دیروز خدمتتون عرض کردم روزنامه کیهان، یعنی سخنگوی آقای خامنه ای،
میگوید خاتمی با اسرائیل و آمریکا و انگلیس دست به یکی کرده است علیه حکومت اسلامی. ملاحظه میکنید اینها ساده نیست، اینها در چارچوب یه اتهاماتی که گروه های مختلف سیاسی به هم میزنن نیست. اما نشانه دیگری هست بسیار مهمتر، بسیار مهمتر. هنگامی که شادروان دکتر محمد مصدق با حمایت پادشاه فقید صنایع نفت را ملی کرد و اثرات گوناگونی در جهان بعدها به جا گذاشت، همان موقع که ملی کرد، نیروهای انگلیسی به طرف مرزهای ایران حرکت کردند. نیروی دریایی آماده شده بودند که در هر حال آبادان را در هم بکوبند، خرمشهر را در هم بکوبند با توپهایی که از کشتیها شلیک میشد. اما با دخالت آمریکا این قضیه متوقف ماند. سالها بعد از این جریان با سیاست‌هایی که پادشاه فقید بازی کرد، انگلستان نیروی نظامی، نیروی دریایی خودش را از آب‌های خلیج فارس بیرون برد. تا جایی که این سه جزیره ایرانی را، تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا را تحویل ارتش ایران داد. این کار ساده ای نبود. در ایران بسیاری از مردم جشن گرفتن که سرانجام آخرین نشانه های استعمار از آبهای ایران برچیده شد و رفت. کسانی که از دیرزمان هوشیار و متوجه بازی های این پیر دیر استعمار بودند، یعنی انگلستان، می دانستن که انگلستان به این سادگی دست از خلیج فارس و شیخ نشین ها بر نمی دارد. کار به جایی رسید که یکی از روشنفکران ایرانی، یعنی وزیر اطلاعات ایران، شادروان داریوش همایون، گفت این حساب‌هایی که روی انگلستان می‌کنند حساب‌های بیهوده است و مال افکار عقب‌مانده است. دیگر انگلستان قدرت قرن 19 و اوایل قرن 20 را ندارد که بخواهد با نیروی نظامی در منطقه خاورمیانه نفوذ داشته باشد. اما بارها و به کرات خدمتتون عرض کردم که انگلستان میداند و میشناسد و برنامه‌های دراز مدت برای اجرای سیاست‌های خودش می‌کند. چاره‌ای هم ندارد. خوش به حال مردم انگلستان که چنین سیاستمداران زیرک و باهوشی دارند. آنها اگر شده است 20 سال 30 سال صبر میکنند تا سرانجام ضربه نهایی را پایین بیاورند. اینک خبر میرسد که نیروی هوایی انگلستان در فرودگاه های بزرگی در جزایر، عرض کنم که قطر، امارات، اونجاها خوابیدن تحت شدیدترین، عرض کنم که، اقدامات امنیتی. حالا خبر میدهند که نیروی دریایی انگلستان تقریبا فاتح تمام خلیج فارس است. خب مسائل آمریکا را هم که میدانیم، بحرین به صورت رسمی پایگاه نیروی دریایی آمریکا در آمده است و نیروهای آمریکایی در جزایر مختلف در آنجا پراکنده هستند. آیا اینها برای مرخصی آمدند؟ آمدند از آفتاب گرم خلیج فارس و از آن دریای همیشه آبی بهره بگیرند و استراحت کنند؟ یا بنا به نقشه آمدند؟ آیا این همه نیرو که انگلستان در شیخ نشین‌های عربی خلیج فارس مستقر کرده است، این همه نیرو که آمریکا در خلیج فارس مستقر کرده است، با توجه به شرایط اقتصادی این کشورها و با توجه به هزینه سنگینی که اعزام این نیروها به خلیج فارس دارد، آیا اینها آمدند آنجا تماشا کنند؟ آمدند مثلا ببینند که رقصهای عربی در این شیخ نشین ها چگونه برگزار می شود؟ و یا نه،
ادامه نقشه راهی است که به دلیل وجود مسلمانان افراطی با اشکالات متعددی برخورد کرده است که نمونهش تروریست های داغ پرورش تروریست